تراسی و الان مشما را شایلد یعقوب در ادامه قوانه کی بودا با ایم در گفتارش و عمل کردش در انگام کهولت سن پدر مادرش ترجیح است که اونها رو به سرای سالمندان نفرسته، بلکه در خونه خودش از اونها مراقبت کنه و خودش فرزندانش مراقبت کنه از اون پدر بزرگ مادر بزرگ. ولی جوانب هم رو باید در نظر داشت. اگر این موضوع باعث میشه که خب فضای خونه خودش فضای مناسبی نیست، یه خوابه است و خوابه است جا نیست، امکان نیست برای اونها، یا اینکه شالون بعیتشون به هم میخوره، یا اینکه پدر مادر نیاز به یه سری مراقبت ها دارن که تو خونه امکان پذیر نیست، برای سر سالمندان معمولا پرستاری داره، برای افرادی که بیماری دارن هر روز مثلا فشاری میگیره، قندی کنترل میکنه، مراقبت هست، یا حالتی است که فرزند توی شهر دیگه سکونت داره و براش امکان پذیر نیست که اونا رو انتقال بده. و همینطور اگر خود پدر یا مادر مخالفت میکنن که توی سر سالمندان راحت تر از تا خونه فرزندشون هستن، در همه این موارد چاره نیست مگر اینکه وقتی که خودشون به تنهایی نمیتونن زندگی بکنن با رسیدگی ها، اونها رو تو مراکزی سرسالمندان قرار بده که مراقبت لازم و عمل بیاد. اصلا من باید جنبه های کشرود سایر موارد دیگه هم رو در نظر گرفت. و همونطور که قبلا هم گفتیم، اگر الان تو اون سنین پدر مادر وضعیت اقتصادی مناسبی نداره و فرزند توان مالیشو داره، وظیفه داره که اونها رو به این شکل از نظر مالی هم به صورت کامل تامین بکنه. در حالتی که مثلا خونه دو طبقه است، حالتی است که توی طبقه پدر مادر سکونت میکنن، طبقه دیگه پسر میخواد همونجا سکونت بکنه که نزدیک باشه پدر مادرش و رسیدگی بکنه اونها، مراقبت بکنه، ولی خانومش به این امر راضی نیست، حالا به دلایل مختلف، به خصوص که اگر حالا وقت که سن بالا میره یه سری توقعات خاص هست، رفتار هست و حضور مادر شوهر اونجا مثلا باعث اختلاف میشه بینشون فلان، باید سعی کرد که با صحبت درست کرد. ولی اگر به هر حال امکان پذیر نیست، شوهر نمیتونه خانومش رو مجبور بکنه که اونجا ساکن باشه، یکی اصل کلی داریم، انیخا و انیاخر، انیخا قدمین، که فرزند در درجه اول سعی بکنه زندگی خودش رو حفظ کنه، شالون بعیتش به هم نخوره، مقدم است به این که فقط خواسته باشه حرمت پدر مادرش رو رعایت بکنه. مسلمان تو این جنبه ها کمک بگیره از یه فرد واسطی، کسی که بیطرف است، حرفای دو طرف رو گوش بده، بسنجه، در مداخمی که راهنمایی درست بهشون بکنه میتونه کمک کننده باشه. از طرف دیگه موقعی که فرزند دچار مشکل شده و به خصوص میدونه که اگر والدینش بعدا متوجه بشن ناراحت میشن که چرا به اونا نگفته، درست اینه که علاوه به شکل مناسب اون گرفتاری مشکلش رو به اطلاع والدینش هم برسونه. حداقلش این هست که والدین تفیلا میخونن در حقش و این نجات بخشه. الان توی پرانتز یه داستانی است که چند سال پیش خود رسقوچا رخ میده، پسری است که مادر توی یه شیوایی مشغول آموزش هست، بسیار پسر منظم، مؤدب، باهوش، پیشرفت خوبی هم داره، پدرش فوت کرده و تنها مادر داره، ولی بعد از یه مدت میبینن
پسر دچار مشکل شده، پزشک مراجعه و آزمایش‌های مختلف و متأسفانه مشخص شده که بیماری بدی داره. از طرف یشیوا میگن همه هزینه‌هاشو تامین می‌کنیم، بهترین دکترها، بهترین درمان‌ها، شیمی درمانی فلان. و بعد پیش میاد که آیا به مادر بگن نگن، مادرم سن و سالی داشته، خب بفهمه فرزندش چنین بیماری داره، ممکنه خودش هم دچار مشکل بشه. به هر حال چندان به مادره نمیگن، همه درمان ها کارها انجام میشه ولی متاسفانه نهایتا موفقیت آمیز نیست و اون فرزند فوت میکنه. توی مراسمی که حالا برای اون گرفته میشه، مثلا مراسم هفتی چیزی گرفته میشه، خب خیلی از دوستان ربانی فلان میان در مورد اون جوان صحبت میکنن چه ویژگی هایی داشته و چقدر. حالا از اون طرف هم تشکر از مسئولان یشیوا که معمولا خود یشیوا از نظر مالی درگیر هستن و گرفتار هستن، چقدر تلاش کردن، چقدر تفیلا خونده شده ولی نتیجه این گونه بوده. مادر فخر میخواد چند دقیقه صحبت کنه و حالا ضمن صحبتاش میگه که من از مسئولای یشیوا راضی نیستم. ای سوال میکنن که چرا؟ میتونین سوال بکنین، بپرسین. ما بهترین کاری که میشد براش انجام بدیم رو، بهترین پزشکا، بهترین داروها، هیچ چیزی کم گذاشته نشده. خب شما چه کار میتونستی بکنی؟ میگه نه، یه تفاوت داره. من مادر هستم، تفیلا میخوندم به درگاه خدا و تفیلای من متفاوت از تفیلای شما بود، شاید اونجوری نجات پیدا میکرد. این جنبه که حالا توی ایران هم مرسوم از دعای خیر پدر مادر، این ارزش بسیار زیادی داره. به همین خاطر اگر موردیست که حالا شرایطیست که پدر مادر بعدن بفهمن که فرزندشون فلان مشکل رو داشته، به اطلاع اونا نرسونده، ناراحت میشن، دلخور میشن فلان، اینا به شکل مناسب اون مشکلشو بیان بکنه، حداقل نکته فیلای اونها شکل دیگه ای داره. کسی که میگه پدرش در واقع به او دستور میده که مثلا بره بیرون شهر فلان کارو انجام بده، مثلا از اینجا برو کرج فلان چیزو بگیر بیا، و چون حالا کار خیلی عجله و شتاب داره، پدر تاکید میکنه فرزندش، میگه که به آسور باشه که هیچ کار دیگه انجام بدی به جز اینکه اول بری این کارو بیا انجام بدی و بیا. اینکه پدر آسور گذاشت که هیچ کار دیگه انجام بدی، اینکه حالا وسط راه آقا چه میدونم تشنه شده میخواد یه آب معدنی بخره بخوره، یه بیسکویت بخره بخوره که ماموریتش رو بهتر انجام بده، اینا از ایسور پدر نگذشته. این دوز ضرورتی است که میخواست اون کار و مسئولیت رو بهتر انجام بده. اما یه جنبه دیگه حرمت گذاشتن به پدر مادر در گفتار و کلام هست. چجوری صحبت کنه با والدینش با آرامش، با صدای آروم، داد نکشه، فریاد نکشه، با زبون خوش و محترمانه. یعنی سه تا جنبه رو باید رعایت کنه، با آرامش، با صدای مناسب در واقع، با زبون خوش و محترمانه صحبت کنه. همونطور که اگر میخواست هم مقابل پادشاه رئیس جمهور صحبت میکرد اینگونه، و همچنین صحبت کنه با اونها با شرم و حیا و جبهه نگیره در مقابل اونها. حالا توی فارسی ما رسم هست که برای کسی که میخواییم احترام بگذاریم جمع میبندیم، شما بفرمایید فلان. توی زبان عبری به صورت سوم شخص میگن، اما لازم نیست که حالا خیلی لفظ قلم و ادبی بشه با پدر مادرش، حالا به اون شکل سوم شخص بگه یا خواهش میکنم بفرمایید بشینید ادبی صحبت کنه، در حال که با پدر مادرش خودمونی هست، اما اون جنبه احترام و ادب رو رعایت بکنه. و همین خاطر همونطور که معموله
پدرش رو بابا صدا میزنه، لازم نیست که بگه جناب محترم پدر. اما بابا خوشایندتره برای پدر معمولا. تو پرانتز کار درستی نیست که پدر یا مادر رو به اسم کوچیک صدا بزنه، و این وظیفه خود پدر مادره که از اون زمان کودکی یاد بدن به بچه. چون ممکنه زن شوهرها خودشون رو به اسم صدا بزنن، ابراهام، چمیدم سارا فلان، اول به بچهشون یاد بدن بابا، مامان، به اسم. چون در این خود به اسم صدا زدن حالت همشان قرار گرفتنه، من این که آدم با یه کنیه میگه، اما گفتن کلمه بابا یا مامان محترمه نست. و موقعی که ذکر میکنه در گفتارش، اما اگه داره با دیگران صحبت میکنه مجازه که ذکر کنه، همینطور بگه پدرم مادرم، وقت که خب میشناسم اونها رو. و ولی اگر ضرورت داره که اسم اونها رو بگه، حالا اونجا اکنیه یه اعترامی باید ذکر بکنه. و همچنین موقعی که صحبت میکنه با دیگران در مقابل والدینش، به خاطر احترام والدینش، با دیگران هم باید با آرامش صحبت کنه، با صدای مناسب، با ادب، و نه با تندی و داد کشیدن و به هر حال پرخاش کردن، که این باعث شرم و خجلت به والدین میشه که چرا فرزندش رو اینگونه رفتار میکنه و حتی با دیگران. کسی که خوراکی یا نوشیدنی میده به پدرش یا مادرش، مهمتر از اون و شرط اصلی تر اینه که با روی خوش باشه، با برخورد مناسب باشه. حتی اگر حالا پدر مادر ندارن، همه زحمات رو اون فرزند میکشه، از مال خودش داره هزینه میکنه برای اونها، که حتی اگر بهترین خوراکا رو در اختیار اونها قرار میده ولی با ترشرویی باشه، جریمه خواهد شد در این مورد. و همینطور بالعکس، که داستانی است که در میدراش سیک شده، فرزندی بود که از پدرش مراقبت میکرد تو خونه خودش، به خانمش گفته بود که تو پدر من نمیتونه غذای معمولی که ما میخوریم بخوره، زحمت بکش هر روز برایش مثلا یه غذای جداگونه درست بکن، چمیدم گوشتی کباب بکن، فلان کار بکن. و خود پسر هم میومد و غذا هم میابد برای پدر رو کمک میابد بخوره. یه روز پدر گفت که چرا خانومت اینقدر تو زحمت میدازی؟ من اگه چقدر میخوام بخورم؟ حالا اون غذایی که خودتون میپذی من هم یک دوتا قاشق میخورم. اینقدر خانومت رو به زحمت ننداز. پسر بهش برخورد، بکر که مثلا کار او رو بیارزش داره میگه. از پدر این بود که آقا زحمت زیاده نباشه. گفت دور از اون هرچی جلوت میدازن تو بخور، تو به این کارا کار نداشته باش. و اونجا تو میدراج میگه که نهایت این کار فرزنده جریمه سختی تو گینام شد. در طرف مقابل پدر بود که آسیابان بود، دیگه پیر شده بود، پسرش کمکش میکرد. قدیم مواردی که حالا جنگ میشد یا مالیات زیاد میخواستن، میادن افراد هم میگفتن مثلا باید دو ماه سه ماه خدمت کنی. اومدن که بزرگ خانواده که اوکی پادشاه که آقا تو باید بیا سه ماه خدمت کنی برای پادشاه. پسر به پدرش گفت که بابا بهتره که تو اینجا از این کنار آسیا وایسی، کار سخته، اما خودت برای رئیس خودت هستی، بذار که من به جای تو برم خدمت اونجا، حالا برای فرماندار بزرگتر این کارو بکن اون کارو بکن، ممکن به شما توهین بشه، بی‌احترامی بشه، توان شما نباشه. و چون همه این آرو از صمیم قلب خاطر حرمت پدر انجام داده بود، در واقع کی بود آوان براش حساب شد. و با وجود که پدر کار تو آسیا هم برای سخت بود، با این حال چنین فرزندی گنده نصیبه شد. و این جنبه هست که همین کار تلاش قاده هم کم یا زیاد در حق والدینش انجام میده، با خوشرویی باشه، با زبون آروم باشه، با احترام باشه. میگم بعض وقتا هم یه توقعاتی از سن که بالا میره، بعض وقتا رفتارا کودکانه میشه، شبیه بچه ها میشه، ممکنه توقعاتی داشته باشن که خیلی منطقی نباشه، اینکه بگه تو نمیفهمی، تو نمیدونی، تو فلان. مسلمه حتی نسبت آدم های دیگرش هم قشنگ و زیبا نیست، دیگه شورس پدر مادرش. خیلی وقتا حتی اگه
با توضیح پدر مادر متوجه میشن و بگه چش باشه، سعی میکنم این کار انجام بدم، سعی میکنم اونجوری بشه. نهایتا بعدش هم معذرت خواهی میکنه که خواستم اما نشد. حرمته رو حفظ کرده و این جنبه که صداشو بلند نکنه، حرف نامناسبی نزنه، همه اینا اهمیت ویژه خاص داره که با وجود که حقیقتا بعض وقتا رعایتش خیلی سخت میشه، هر آدم خودش گرفتاری ها مشکلات خودشو داره و مراقبت از یه فرد محسن خدا نکرده مریض هم باشه خیلی سخت داره و مشکل تر میشه. با این حال این دستور تراتن عبدالشاه هست، باید بدونه که یکی از میسوهای بسیار مهم و بسیار با ارزشه که در مقابلش هم پاداش بسیار بزرگ داره. یاس شالوم اون ورش هست که انشاءالله به خوبی بتونه رعایت بکنه. این بحث ادامه داره که به ذریعه فرصت بعدی خدمتتون میگم.